امام خمینی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی در مورد جنگ تحمیلی عراق علیه ایران فرمودند: ما به تبع اسلام با جنگ همیشه مخالفیم و میل داریم که بین همه کشورها آرامش و صلح باشد. لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، ما تمام ملتمان جنگجوست و با تمام قوا مقابله می کنیم، ولو اینکه همه ابرقدرت ها هم دنبال او باشند. الو، سلام خانم، این شماره من چی شد؟ میشه خواهش کنم مجددا سعی کنید؟ بعد ببخشید، شما کتاب تلفن دارین؟ از همین کتاب های تلفن که شماره هر کسی که بخوایم توش پیدا میشه؟ آه نیست. خیلی ممنون، شماره رو فراموش نکنید. خیلی ممنون. الو، بله ممنونم. الو بیژن، الو، صدات نمیاد نادر. ها؟ اکو میندازه. صدام چی میکنه؟ اکو میندازه. الو الان صدا میاد. الو، خوب شد. چطوری بیژن؟ مشکل میشه اونجا رو گرفت، فکر کنم به خاطر جنگه. از این بعد تو به من زنگ بزن. پسر 100 دفعه بهت گفتم هر تاجر دونپایه‌ای میدونه وقتی انقلاب میشه پشتش گرفتاریه. نمیفهمی که؟ شانس منه دیگه، هر جا میرم جنگ زودتر از من رسیده اونجا. از لیلی خبر نه. الو لیلی. الو الو خانم، قطع شد. نه متشکرم. بفرمایید. سلام آقای دکتر. گدشیه. سلام. باز چی شده ابوالفضل؟ والله راستش اجازه بدید چند دقیقه در خدمتتون باشم. این یک هدیه ناقابل از طرف پدر بنده است که گفتم تقدیم شما کنم. این خدمت شما ناقابل. البته خدمتتون عرض کنم که این یکی از با ارزشترین و عزیزترین چیزهایی که پدرم داشت. خیلی ممنون. مرا از عشق وطن دل به این خوش است که گر ز عشق هر که شوم کشته زاده وطن است. خیلی آشناست. خب این شعر عارفه دیگه. خب پدرت باید خیلی ناسیونالیست و رومانتیک باشه، نه؟ وطن پرست هست، بله. این رومانتیک هم داد میزنه دیگه به ناوا. همش اعصابش خورده، هی داد و بیداد میکنه. اما خب ما دوستش داریم خیلی. حالش بهتره؟ بله، الحمدلله اون داروهایی که شما دارید خیلی بهتر شده.
بعد الانم یواش یواش توی خونه داره دوباره شروع کرده به داد و بیداد کردن و اینا. خیلی خوب شده الحمدلله. پدرتو خیلی دوست داری نه؟ خب بله دیگه، پدره دیگه، ستون خانواده است. ابوالفضل جان یه بار دیگه خوب فکر کن به من بگو، این پسری که اومده بود دنبال من چه شکلی بود؟ قدش، عارضش، موهاش؟ والا قدش چه؟ ماشالله ماشالله خیلی بلند بود، عین خود من قدش خیلی بلند بود. موهاش هم مو هم داشت یکم. بعد چشماش، چشماش عین او چشای شما بود، گل بود، آبی. گفتی نگفت کی برمیگرده ها؟ نه والله هیچی نگفتش. توی حرفایی که میزد هیچ چیزی در مورد پدرش نگفت؟ باور کن من سر کار بودم، مشغول بودم، نفهمیدم. واش داده بازم شروع شد. آقای دکتر پاشو بریم زیر زمین، پاشو. اغتشاش به پا کنید یا شایع سازی کنید، معلوم میشد که شما عمال امریکا و همدست صدام حسین خبیث هستید. بنابراین ملت ما باید با آگاهی و با خونسردی به این مسائل توجه کند. بعضی نکات باید گفته بشد. یکی این که گمان نکند دولت ملت ما که دولت ایران و ارتش ایران عاجز از این است که جواب به اینها بدهد. هر وقتی که مقتضی بشد من پیامی به ملت خواهم داد و به صدام حسین و امثال او خواهم ثابت کرد که اینها این اذناب امریکا قابل ذکر نیستند و ما همیشه بنا داریم که در این برخوردها طوری جواب برخورد اونها داده بشد که به ملت عراق خدای نخواسته صدمه‌ای وارد نشد. این صدام حسین، من از اول وقتی که روی کار آمد تنبه دادم که این دیوانه است، این عقلش درست کار نمی کند، بلحاظات با دیوانگی دارد عمل می کند و خودش را به هلاکت می رساند. این دزدی آمده است، سنگی انداخته و فرار کرده رفته سر جاش، دیگر قدرت این که تکرار بکند انشاءالله ندارد. من به ملت ایران سفارش میکنم که چند جهت را ملاحظه کنم. یک جهت این که خونسردی خودشون را حفظ کنم و ابدا توجه به این معنا که قضیه واقع شده است و واقعا واقع نشده قضیه توجه نکنم به این معنا. یه وقت الو، سلام بیژن. سلام نادر جون، خوبی؟ چطوری داداش؟ الو، صدامو میشنوی؟ چه خبر؟ خوبی؟ فاطمه و دژگیر چطورن؟ رفتی پیششو؟ نه، هنوز پیداشون نکردن. تهرون خیلی عوض شده. همین امیدمون به این دکتر طبیب دیوونه بود که اونم گذاشته رفته کردستان. هرچی زنگ میزنم گیرش نمیارن. بابا زود برگرد بیا پسر، نصف جون کردی خانداداش تو. اخبار میگه تهرون رو کنفیکون کردن. نه اونجوری هم نیست. چی رو اینجوری هم نیست؟ صدات پارازیت داره. میگم چی رو اونجوری هم نیست؟ پسر اخبار رو سانسور میکنن، تو نمیفهمی. همین الان NBC داشت میگفت صدام گفته فردا زور همدانم. چی؟ زر زیادی میزنه یعنی چی؟ بیژن جنگ خطرناکه، پاشو بیا. نادر من تا پسرام پیدا نکنم بر نمیگردم. تو هنوزم مخت خرابه کله گنده، هنوزم مخت خرابه. یه نگاه به اون شناسنامت بنداز، الان وقت ماجراجویی تو نیست. برگرد بیژن. خیلی خوب، من کلی کار دارم، پیداشون میکنم برمیگردم. خیلی خوب، فردا میرم مثل به خونت میزنم. میگم فردا میرم مثل به خونت میزنم. من از خودت بیخبر نذار، مراقب خودت باش. منتظرم، قربانت. خداحافظ. در قیام لشکر کفر و لشکر اسلام است، باید با همه قوا با این شخص مقابله کنید و مقاتله کنید. و من اگر چنانچه خدای نخواسته دامنه پیدا کردیم
کارهای صدام حسین و اربابای صدام حسین، تکلیف ملت ایران را تعیین خواهم کرد و امیدوارم به اونجا نرسد و اگر برسد دیگر بغدادی باقی نخواهد. احوال مردم چه حوصله ای داره؟ زندگیه دیگه، جنگ و غیر جنگ سرش نمیشه. متاسفانه های الهی دولت بگردم برام میگم یه کار دل که تحتیلی بردار میپسر تا دم آخر این او فرمانه دور آقا خدا بیامرزم میچرسی خود لیلی و اجنون اجنون فرمودند به شما که با مبارزات خیش روی ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها را سیاه کردید درود می‌فرستم و در مقابل صبر و استقامتتان خاضع و خاشعم. خمینی که آخرین روزهای عمرش را می‌گذراند تمام امیدش به شما مردم سلحشور ایران است.
سلام علیکم. ببخشید برقا رفته. این شگرد همه بازجوهاست، تو تاریکی میشوننت بعد میگن برق رفته. برادر من هزار دفعه به شما گفتم این صندلی طاغوتی رو از اتاق من ببرین بیرون. پایش خرابه؟ نه خیر. پس راحت نیست؟ اتفاقا چون خیلی راحته میخوایم بهش عادت نکنیم. خب شما تو قیام خلبانای پادگان قلعه مرغی نقش رهبری رو داشتین، درسته؟ خب این جرمه؟ چند دفعه باید برای یه فعل ماضی محاکمه بشم؟ محاکمه نیست، فقط دارم سوال میکنم. بیگانه مملکت رو اشغال کرد، ما هم به رگ غیرتمون برخورد قیام کردیم، همین. برقتونم اومد. بله. شما که به بسته تبعید شده بودی، چی شد از آمریکا سر در آوردی؟ مثل همیشه همه چی رو با پول میشه خرید. و شما هم پول داشتی. جرمه؟ نه، فقط یه سواله. زمان خودش به اندازه کافی سینجیم شده. شما احیانا نماینده متفقین نیستی؟ نه، اما خیلی دلم میخواد بدونم کسی که یه روز به رگ غیرتش بر میخوره و با یه هواپیمای پاکستانی به اشغالگر رو حمله میکنه چطور میشه که بعدن سالها به همونایی که وطنش رو اشغال کردن پناه میبره. میگن تو جهنم یه مارایی هست که آدم از ترسشون به اژدها پناه میبره. پس چرا هیچ اقدامی علیه این به قول خودتون مارهای جهنمی نکردیم؟ این دفعه ترجیح دادم به علم پناه ببرم. در برابر جهل؟ نمیدونم. آدم اول وارد یه زندگی میشه که فکر میکنه انتخابش کرده، بعد اسیر درد بیدرمون عادت میشه. عادت؟ عادت؟ مثل سرطان بی سر و صدا وارد زندگی میشه و آروم آروم رشد میکنه. مثل خود شما که به صندلی طاغوتی عادت نداری. آدم محافظه کار میشه. من عادت دارم هر روز رأس ساعت 8 صبح قهوه‌مو بخورم، دو چرخ سواری بکنم، برم سر کلاس درس بدم، هر سه شنبه یه عمل جراحی بکنم. اصلا دلم نمیخواد این روتین به هم بخوره. این جرمه؟ نه، اینایی که شما میگید، نه. پس از جون من چی میخواید؟ چی میخواید بدونید؟ عجله نکنید، معلوم میشه. من که تو همون هتلم مدام زیر شش مامورای شما. خیلی هم ناشیانه عمل میکنم. از یه مش جوون که از پشت میز نیمکتای دانشگاه با دست خالی بلند شدن تا از انقلابشون دفاع کنن، نمیشه انتظار بیشتر از این داشت. مخصوصا شما که ماشاءالله خیلی تجربه دارین و ناشی بودن ما رو هم هی به رخمون میکشین. تو هم وقتی به سن من برسی تجربه کسب میکنی. چند سالته؟ به شما ربطی نداره. اینجا من سوال میکنم. سوال کن. ما به شما مشکوکیم. عجب. چطور میشه آدمی که باید بر حسب عادت قهوه شو حتما سر ساعت 8 بخوره، دوچرخه سواری بره و خیلی کارهای دیگه، زندگی مرفه آمریکاییشو ول میکنه و میاد ایران، اونم تو این بحبوحه؟ یعنی چی آقا؟ من دونگمو به وطنم دادم، حق دارم بیام، حق دارم برم. آقای ایرانی، برای ما مسلمه که شما نه برای ما اومدید نه برای این انقلاب،
شما که تو هیچ تظاهراتی علیه رژیم ستمشاهی با هیچ گروه مبارز خارج از کشور شرکت نداشتید، چی شده که یه دفعه بلند شدی اومدید ایران؟ تو ایرانی که جنگ هست، کمبود هست. مگه حتما باید میرفتم تظاهرات میکردم، شعار میدادم؟ حضور اجباری یه متخصص مثل من تو آمریکا برای اون رژیم از صد تا فحش بدتر بود. عجب. عصبانی هم میشی؟ نشم. آقا من تو این مملکت به اندازه کافی سینجیم شدم. چی میخوای بدونی؟ تای خطو بگو تا بگم. خط فکری چیه؟ طرف کی هستی؟ طرف هیچکی. هیچی به من ربط نداره. نه انقلاب، نه جنگ. هیچی. آقای دکتر. کاپیتان. آدم بی‌طرف وجود نداره. منم که به سن و سال تو بودم همینطوری فکر میکردم. زخم نخوردی که مثل من آزردشی. هنوز رویاهای پر از امیدت به یأس تبدیل نشده. آقای دکتر. من شاید سن و سالم و تجربه منازه شما نباشه. اما اینو میدونم که آدم بی‌طرف وجود نداره. بالاخره یه روز درگیر میشه و طرف میگیره. کی طرف میگیره؟ آقا من اومدم ایران که خانواده‌مو ببینم. طبق تحقیقات ما شما فقط اینجا یه خواهر داری. چرا قبل از انقلاب حواس نکرده بودی بیای ببینیش؟ تحقیقاتتون ناقصه. همسر و پسرم هم هستن. همسر؟ بله. اسمش چیه؟ لیلی حساموا یا حسامزاده، حسامی، یه چیزی شبیه این. حالت خوبه؟ نگران نباشه. وقت جدایی است. مرا به ارتش سرخ تحویل میدهم. زندت نمیذارم. اطلاعات خوبه برای مبادله دارم. کافیه به آنها بگم جاسوس های آلمانی در دست انگلیسی هاست. آقای دکتر در رو با کن عبدالفضل. بله. آقای دکتر در با کن دیگه. خوب بیا تو عبدالفضل. آقای دکتر مشتلوک ور گزلر نایدن این اومد. این پسره که اونجا قبلا اومده بود دیگه. بابا اسمش همون قد بلنده، چشاش آبی نه سبز بود چشاش. آره سبز بود. اومد دیگه، بلند شد دیگه، نشسته اونجا خوابیده. بلند شد پسرت اومده. ای الله. سلام کاپیتان. شما این چیه؟ اینجا آمدم نمی کنی؟ چی از جون من میخوای؟ اینجا هم اومدی سینجیم هم کنی؟ آقا من هم قدر تو این مملکت حق دارم. اینجا به دنیا آمدم. آدم برای دیدن وطنش باید جواب چند خدا رو بده. عجب غلطی کردیم. آی دکتر ایبش والله قباحت داره. آخه آدم با پدرش اینجوری رفتار میکنه. بفرمین. حالا پدر آدم یه چیزی میشه، آدم نباید ناراحت بشه. بفرمین. یالا ما که هنوز چیزی نگفتیم کاپیتان. چتونه؟ چی شده؟ از ما رنجیدین؟ خستم آقا از پرسی زدنهای بیهوده.
از این سالای بیجا. هی تون نری، کن نری، راست نری، چپ نری. آقا بیدم غلط کردم، برگشتم ولم میکنی؟ حساب ما را گذشته سوا کن کاپیتان. میدونم چه بلایی سرت آوردم. در هر حال ما به شما احترام میزنیم. خلاصه میگم و مرخص میشم. یکم، تحقیقات ما در مورد شما گفتاتون رو تایید میکنه. پس چرا خونمون رو مصادره کردن؟ کی مصادره کرده؟ یه دریختن رو اشغالش کردن. همین. به همین راحتی. به همین راحتی. انقلاب دیگه. نمیشه که نفر به نفر مردم رو کنترل کرد. یه عده فرصت طلب ممکنه از هر موقعیتی سوء استفاده کنه. و اما دوم، لیلی حساموف، حسامی یا حسامزاده، چنین فردی با مشخصاتی که شما گفتی تو ایران زندگی نمیکنه، یا حداقل در قید حیات نیست. درست نیست آقا، اطلاعاتتون غلطه. خدا کنه. سوم، محمود دژگیر قبل از انقلاب زندانی سیاسی بوده، هیچ مشکلی نداره، از فعالان جنگ و انقلابه. محل فعالیتش یکی از مساجد تهرانه. نشونیشو براتون نوشتم. خب. خب به جمالتون. چهارم. چهارم؟ پسرم. اسمش چی بود؟ کله گنده، چطوری؟ نادر تویی؟ سلام، خوبی؟ چی شده این وقت شب زنگ زدی؟ شبه؟ من این ساعت چنده؟ صبح 5 دقیقه صبح. هم نداره، عوضش به خبری که میخوام بهت بدم میارزه. امروز فرستادم صندوق پست خونه تو باز کردم. 10 تا نامه توش بود با یه جعبه پر از نامه‌های قدیمی لیلی. خودم آدرسشو پیدا کردم، صبح میرم پیشش. میشه نامه های لیلی رو برای من بفرستی؟ آخه پسر تو کی میخوای بفهمی؟ حالا این مغز کش کنه به این سرحالی رو ول میکنه میره دنبال پیرپاتالا. نه واقعا، حالا چه شکلی شده این لیلی پیر شده؟ شرط میمندم لنگی آقاستام شده. نه تو رو ارواح خاک آقا جون سر به سرم نذار. فقط یه لطفی کن، این نامه های لیلی رو واسه من بفرست. یادت نرا. خیلی خوب، من خودت بیخبر نذارم. خیلی خوب، خداحافظ. منتظرم. خداحافظ. ماریا، پنکرم بزنم برات. بده اون بر، بده اون بر. از خواهیم بپا مستقیم برو، همینجا نگه دار. موسا خان، چیه عمو جان؟ چی میخوای؟
شنیدم این دوچرخه فروشیه. سر به سرت گذاشته عمو. دکتر تو این دوچرخه هم خواستی همه رو مارکشون اینجا مرز هم میگفتی سطحی بهتر شو شما دخالت نکن آقا، این دوچرخه چیز دیگه است. خیرشو ببینی قیمتشو بگو تمومش کنی. به میگم سر به سرت گذاشتن عمو جان سر صحبی، برو حوصلتا ندارم. ببین عمو برفش خوب میخرا. این یکی رو نگاه با اون گردن بندش. اذیت نکن دیگه موسا خان، ما کلی راه آمدیم که اینو بخریم، بفروشش دیگه. ببین عمو این نگاه کن منو، یا اون ور دنیا اومده این بنز رو بخره برفوش. میگم لا اله الا الله. حالا اما گفتم لعنت بر شیطان. آقا موسا من حسن آقا حسین قشنگی فرستاده. کی؟ حسن آقا حسین قشنگه. آه پس بگو تیرت کردن ها؟ بد موقعی زده به سرت امو. یا امام غریب این روز آفتفاهم این بازار مستقیم زنجیر کردن. آقا یه دقیقه نخند. خوب میخند تو میگه هفته زن باز زنجیر مسخرت به چی میخندی دندونات میفته بیرون ده بالا. برای موزه میخوام دست سرت بسینه ایمان مال زدن نیستی تو هفته زن. خالخم شما دخالت نکنی لطفا. موسا خان منه پسر میرزا حسن، میرزا حسن ایرانی. یادت رفته؟ پسر میرزا حسن؟ میرزا حسن ایرانی؟ الهی قربونت برم نادر جون. من بیژنم، اون خلبانه. آقا بیژن؟ خدا رو شکر که زنده ای. تو رو خدا بذار بود کنم. الهی درد و بلات بخوره تو سرم بیژن جون. من دنبال محمود دژگیر میگردم. آیزنه گفتن این طرف ها یه مسجد هست. همین نزدیکی هست. کجا؟ منم برای سفتنام. یعنی چی؟ چیه اینه چه که برگشتی هرچی میندازمت بیرون دوباره میای تو؟ از خر آقا من نوکرتم، نگاه کن به خدا من 16 سالم نگاه کن. غلط کردی 16 سالته، برو. به به آقا موسا حال شما چطوره؟ سلام و زهرمان. مگه مرض داری سر بچه مردم داد میکشی؟ اینم مثل تو کجا رفت؟ اینم مثل تو هنوز 14 سالش نشده میخواد بره جبهه. برو ته صف آقا موسا، برو ته صف، پارتی بازی نداری. خوب دوم در آوردی نیم وجبی، نگاش کن. ای هو دوتا جنسا رو نگاه حرف بزن. آبرومون رفت و محل ده من اون نابسته بود دیگه. این دیگه چیه؟ حاج محمود کجاست؟ عینک تو پاک کن میبینی داره بسیجی ها رو ثبت نام میکنه. پینه دوست تو جبهه را نمیدن، اونم از نوع پیرمردش. اونی که ما رو ندیده بود قلاق چش دریده بود. حقا که راست میگن این اسفکس زیر زمینه. دوباره گم شده نزنم نصف دیگه هم نکردم. زهرمان تو به چی میخندی؟ به من یقه رو. این از غرد دو کله نبود تو چاپ خونه ما کار میکرد؟ چرا ما با خود ناتوشه روز برزن بیشتر آب میره. جلو سرمان حاج محموده، همون که وسط نشسته. محمود از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، وطن لاله دمیده. از ماتم سر به قدشان سر با جانم سر با خمیده. در سایه گل بلبل از این غصه خزیده، گل نیز و چومنده میشان جامه خدا جامه دریده. چه کج رفتاری چه بد کرداری
چیکار کردی با خودت؟ چقدر عوض شدی؟ به اتفاقی یه جای جدام سبزیم شدی نمیشناختمت. زمون است دیگه آقا بیجان، هر روز یه خورده میسابتمون. ولی ماشاءالله تو خیلی تغییر نکردی ها. حالا چی شده ترونه به این بزرگی رو ول کردی رفتی پلو؟ از زندون که آزاد شدم دست و بالم خیلی خالی بود. یکی از همقطارهای قدیمم یه ویلا داشت، کلیدش داد دست ما. خیلی جای قشنگیه. هر روز صبح که از خواب پا میشم چشم میفته به این قله دماوند، روحم شاد میشه. میگم عباس شریختیه، چیزش به من رفته؟ آره ماشاءالله. حالا لیلی خانم بهت میگه. لیلی میگه؟ ببینم تو چیزی از من پنهون میکنی؟ پنهون که نه، ولی خب بعد از این همه سال برگشتی مملکت خودت، سخته دیگه بابا. چی سخته؟ مامو تو اینجوری نبودی؟ امروز چرا همش دو پهلو مشکوک که حرف میزنی؟ آقا من طاقتشو دارم، چیه ماجرا؟ میخوای بگی دروغه؟ چی دروغه؟ چه میدونم، همین که لیلی زنده است ماجرای پسرم. نه والا این حقیقته. خب پس چی؟ حالا بذار برسیم خونه، خودت میفهمی. بگو نترس، سکته نمی کنم. والا عباس چجوری بگم، رفت خرمشهر دنبال بچه های من. خرمشهر؟ آره دیگه، مگه میشه جلوی جوانه رو امروزی رو گرفت؟ نمیشه بابا. خب لیلی چی میگه؟ الهی دهارت بگردم داداش، الان میرم بهش میگم. شاد اومد، برو بالا دیگه. داداش الهی فدات شم، برو تو منتظرته. برو دیگه، منتظرش نذار داداش. راست میگه، برو دیگه. باش حرف زدی؟ آره. چی گفت؟ هیچی، باور نمی کنه، فقط نگاه میکرد. بودو داداش. برو دیگه، منتظرش نذار داداش. داداش لیلی بیشن، متاسفم.
قهره اومدی. خوب میبینم. نه در مسجد دهندم ره که مست، نه در میخانه کین خمار خام است. میانی مسجد و میخانه راهی است. غریبم، عاشقم، این راه کدام است؟ خیلی اذیتت کردن نه؟ خیلی. همه جا یک کسی هست که به آدم زور بگوید. متاسفانه 52 روز تحت بازجویی بودم. بعد از 6 ماه که در زندانی که گبهش قباد به سر بردم، در دادگاه به 2 سال حبس با کار در اردوگاه محکوم شدم. همراهی جاسوس های آلمانی سواری قطار امان کردند. ترکان، آلماتا، از کناری مرزهای مغولستان و خیتای گذشتیم. از آنجا ما را با کشتی به بندری موگادان بردند. نیمی از سال شب بود و نیمی روز. دمای هوا بیش از 50 درجه زیر صفر بود. 70 و چند نفر بودیم. همه یا ساکت بودند یا گریه می کردند. فقط یک نفر می خندید که دیوونه، نه پرنده در آسمان پرواز می کرد، نه سبزه روی زمین می روید. مثل وقتی که تو را به تهران آوردم، تیر خورده و زخمی. پریشون بودی؟ ترسیده بودم. از چی؟ از نیرویی که بی اراده مرا به هر سو که میخواست میبر. پریکاه در بود. تو التهاب داشتی. ذوق زده بود مثل بچه ها، مثل روزایی که از تو جنگل برات گل انگوشت نمیچیدن. خیلی بد تو میموند نه؟ چشماش به تو رفته، چرا گذاشتی بره؟ وقتی رفت صحبتی از جنگ نبود. گفت با پچه های عمش می رود خلیج فارس را ببیند.
از وقتی هم جنگ آغاز شد دو سه بار تلفن کردم، هر بار میگوید بر میگردم. اما خبری نیست. میترسم در پای تو آمدم، پسرم رو گم کردم. اگر بر نگردم نگران نباش عزیزم، بر میگردم. پندوری سرنوشت من با جنگ گیری خورده است. این طوفانی مسموم هرچی بر سر راهش هست نابود میکن. مثل یک دیو بیره نشسته یک گوشه، منتظر است تا من چیزی با ارزشی به دست بیاورم، اون را بیاید و از من بگیرم. زندان، کاری اجباری، یک عمر در بدری، بس نبود. محمود میگفت جاش امنه. امن؟ جنگ جای امن باقی نمیگذارد. توفانی شرخیزی جوان کور هر وقت وزید هرچی خوب بود جارو کرده بود. برگشتم اینجا تا دیگر احساس نکنم هر ساعت و دقیقه کسی از پشت سر نگاه هم میکند. ای کاش پایم شکست و اینجا نمی اومدم. ما یه بار با عشق جنگو شکست دادیم. شکست خوردیم. به من خوب نگاه کن. با کدام ارتش؟ با کدام اسلحه میخواهم به جنگن این مردم؟ اینجا مرا به کودکی هم میبرد. یادش بخیر با من. تشکر. چی شد؟ آقا تا عراقی هم مشهد برسن خیلی راهه. بفهمین سر نوبتون صدا میکنم. بذارید تیارها رو مترسیم برسن در میدان. لاغت شماره خمیدان منه بگیر. آخه من نگرانم. چی کنم من خدا؟ همه من نگرانم. بفهم بشینید. آمریکا. بله. کابین هفت. کنباره چی شماره چی تیره میدید؟ من نگرانم بچم از دکنه رو خونه. از دکنه رو الو الو نادر سلام منم بیژن. به 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 آقا بیژن گل چطوری داداش؟ لیلی خانم چطوره؟ ترونه اونم خوبه. تو چطوری؟ فخر و سادات خوبه؟ ها که گیم پایی بیجار ما چی شد؟ این ساعت ما ایستاده من دلوتره تیپه دارم. نه بابا مگه لیلی پیر میشه؟ هیچ تغییری نکرده. راست قامت، زیبا، پر از گرمای زندگی، قرقرو. اوه، 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 چه رومانتیک. به به آقای دکتر. بله دیگه، مجنون اگر لیلی تعریف نکنه کی میخواد بکنه؟ میگم حالا که به سلامتی شما رو تو مرغش هم دیگر پیدا کردین پاشین بیاین اینجا زندگیتونو بکنین. شما دنگتونو دادین، زندگی حقتونه، پاشین بیاین. بابا جنگ نادر، جنگه دیگه بچه‌ها.
تو حالت نیست پسر. هیچ جنگی به خرمن و دارایی کسی مثل تو اضافه نکرده. چرا نمیخوای بفهمی؟ پاشو بیا. بچم گیره میفهمی؟ نه خیر، مثل که هفت تو کله سنگ تو فرو نمیره بیجن. تا پشت پرده معاملتون نکنن و با دلار تاختتون نزنن مثل که حالتون نمیشه نه؟ باز طرف گرفتی؟ تا دیر نشده جونتو بردار در رو بزن. کی تا حالا تونست از دست مرگ در بره که من دومیش باشم؟ دیر یا زود بالاخره میاد. بس کن این شعارهای مسخره وطن پرستانه رو کله گنده. تو مثل این که حالیت نیستا، میگم جنگ آقا جون. تو رو سننم میگم پاشو بیا بگو چش. باید بمونم تا عباسو پیدا کنم. همیشه یه بهونه پیدا میکنی بابا. قراره این شیره بیل تیکه تیکه بشه که میشه. پاشو بیا. ول کن جونه داداش. خیلی خوب، بولمول نمیخوای؟ نه قربونت برم. اگه خواستی بهم زنگ بزن. خداحافظ. خوشت اومد؟ بله. بریم بستنی بخوریم. بریم بخوریم. بریم این بعد. با همه سختی ها اینجا احساس آرامش میکنم. باسم طاقت دیدن ندارم. داداش یکم از این خورش فسنجونو بخور. بس مثل دستپخت مادر میمونه، نه ترشه نه شیرین. بالاخره معلوم شد بچه ها دقیقا کجا؟ شقایق که توی بیمارستان صحرایی کمک میکنه، عباس و محمد هم در رفت آمدن. رفت آمد؟ آره دیگه، اهواز آبادان. خط زیر آتش و گلوله. نگرانشون نیستین؟ مگه میشه نگران نباشیم؟ اما دیگه بچه نیستن، خودشون تصمیم میگیرن با حکم احساس یا عقل. بالاخره از سن و سالی فاطمه جمع سیر ترشی رو بده.
آدم بهتره که به قدرت اراده خودش تصمیم بگیره. پیروز محمد زنگ زد. به خدا انگار نه انگار جنگه. دو تا کلام حرف میزد میخندید. بهش گفتم دایی بیژنت اومده. به چم زد زیر خنده. گفت میدونستم بالاخره میاد. خواهر شما نه فقط آشپزی ماهریه. آژیتاتوری خوبی هم هست. چی جاتوره؟ آژیتاتور. به آدمایی میگن که مردم برای شرکت در انقلاب و جنگ تحریج میکنن. درست مثل خود تو. برای چی نباشم؟ دختر میرزا حسن ایرانیه. مرادرزاده عباس، خواهر اسد. زن محمود دژگیر و مادر دو تا شیر شرزه. کافیه بازم بهتون بگم. خوبه دیگه. پس فقط معیارهای تفاخر عوض شده. اصل قضیه فرق نکرده. فقط تفاخر از زمین و ماشین و خونه رسیده به خونه‌ای رو زمین ریخته شده. اگه هنوز من دوست دارین یه جوری به عباس بگیم برگرده تهران. ترسم دیر بشه. با اجازه التماس میکنم، من پسرم را از شما میخوام. خب خرمشهر سقوط کرد پیشه دیگه، دسترسی بهشون نداریم. فاطمه که میگفت محمد پریروز بهش زنگ زده. مال پریروز بود. کار کن اینا واسه با من میتونی هشکنه مواظب باش چه درجم بیدیم اینا رو بذار اون بر اونا رو بذار اون بر اینو بذار این همینجا کمکش کن 21 بذارش همینجا یه طبیعه جان داشتیم گذاشتیم مواظب باش برادر کجا میگی آقای بازجو باش بسد نه خوبی زحمت به من بده اونا رو بذار اونجا نه خوب چیکار میکنی کجاست رو گلا بس دیگه بابا کمر درد میگیری میوفتی رو دست خب آقا ایرانی اینم از خونه تو جارو تو زدی بذار من بعدم گفتم که کسی مصادرش نکرد اسم تو آخر با ما نگفتی ها حسین آره. حسین طاهر زاده محمدی نبود مستعار بود ها این واقعیه بگذاریم امری نداریم به امان خدا داری میری مرحمت زیاد خدا خیلی ممنون خیلی تو خودت رفتی به چی فکر میکنی؟ با شبی اولی که به این خانه آمدیم و روزی که از روی بام فرار کردیم به خاطر داری؟ اگه آدم میتونست جلوی هجوم خاطرهاشو بگیره حیوان خوشبختی میشون حیوانی خوشبخت؟ آره مغز پیچ در پیچ دیوانه باعث بشه یه چیز بیارزش یه ترک دیوار یه صدای آشنا همه گذشته رو جلوی چش آدم زنده کنه دلم میخواد بدونم الان عباس کجاست چیکار میکنم؟ دلم میخواد بدونم پشت اون پیشونی براق و بلندش چه فکرهایی میذاره؟ همهش تقصیری من است خودتو سرزنش نکن تو که خبر نداری
اگر از کودکی اون همه از گذشته در گوشش نمیخوندم، از تو، از این خونه قدیمی، از کارهایی که کردیم، از راههایی که رفتیم، حالا او هم پا جای پای ما نمیگذار. همه پا جای پای گذشته هاشون میذارن. او را برگردن، خول بیده برش میگردونی. قول میدم. دکتر طبیب اهوازه، میگم پیداش کن. کی؟ دکتر طبیب، میشناسی؟ همون که گلوله از تن من در برد. زنده است؟ آره، سرحال، آمریکا بود. مثل اینکه با اسرائیل قرارمدار داره که تا خودش حاضر نشه اسرائیل نیاد سراغ. آره زن داداش، اومدیم هم بیایم پایین، عباس باشه خاطره. دیجه چرا ماتتون برده؟ بیا داداش بیا. میاد الان جلو چشمه. بیژن یه تلفن. بودو لیلی. از محمد من چه خبر عباس جان؟ خب خدا رو شکر. سلام برسون. دارن میام. خوشی بابا. بیا لیلی خانم، اینم عباس. الو عباس. بیسرم عزیزم. سلام عزیزی دلم. آخر چرا بر نمیگردی؟ مگر نمیدونی من بی تو آرامش ندارم؟ چرا؟ چرا اومده است؟ او هم آرزوی دیداری روی تو را دارم. برگرد همین حاضر. اگر مرا دوست داری برگرد. کی؟ تو نگویی کی برمیگردی تلفن رو به اون نمیدیم. الو قد شد خودم. الو قد محمود، تو میدونی کجاست؟ میتونی شمارش رو بگیری؟ حالا فاطمه جان ببین میتونی شمارش رو بگیری؟ التیموس. بیمارستانه. البته جای نگرانی نیست، زخم شد. گرفتی جبهه؟ آره، هم پای پسر من رفته. میگم اگه خیلی نگرانیشی بریم دنبالش. اهواز چی میگی؟ چی؟ بریم دنبالش. کی؟ همین فردا. باز به امید تو شو شد کاکا موسا. هی روز شد و باز به امید تو شو شد کاکا موسا. هی از چیش من عشق به یاد تو بلو شد کاکا موسا. من لبدی مفلوک و تو بشکن بالو بنداز. شفتش نمیدم از آخه بابا یکی ببنده دهنه توفه شیرازو. به
به قول نایب دوقی خدا بیامرز، هنوز نمیدونی یه من ماست چقدر کره میده کاکو. خدا رحمتش کنه، اون که خوب بود مرد، تو موندی جاش. آخه مرد حسابی بیکاری، این نامه آدرس گم کرده، هی برگشت میذارن، هی دوباره برمیگر جبه که چی بشه آخه. با منی؟ نه بس، دارم با گیفال حرف میزنم. شانس آوردی، حواسم رفته بود پای نگاه موزی زیرجالی، بیچار تو نشنفتم. ای کباب شده ببندون نیشه تو، دندونت میافته بیرون، آبرومو میرسه نسال تو بیفهمم پیره من. راستم بگی، بعدم نگفتی. اما یادم برست تو جاده حتما یه عینک واسات بگیرم که پیر رو از جوان تشخیص بدی کاکا موسا. پیر اون جد آبادته، به بنا باشه اینجا تا عباس هی آروارهاتو به جنبونی و حرف نشخار کنی، میگم حاج محمود بنازدت تا این خودم بشینم پشت فرمون. بر بعدم نبیگی یا اما میترسم با این چیش و چاری که تو داری به جای عباس سر از بشت در بیاری. آه لا لا لا، اینه کنیز مشتاقه، این هم نشونه پیریه. داخل حاج محمود آدم قد بود این ماسپندو نشوندی پشت فرمون؟ سر به سرش نظر آقا بشی. من که چیزی بهش نمیگم، کارش ندارم، من تازه کمکش هم کردم، والی به خدا کمکت نکردم، کمکت نکردم، اون دو چرخت گذاشتی رو بار بند. بله حاج محمود باور کن منش نمیکردم، کمون حلاجیش هم با خودش برمش میبرد جبهه. آقا بگو مرد حسابی، کمون حلاجی چه به درد جبهه و جنگ میخوره؟ اونی که به درد جبهه و جنگ نمیخوره ماسپند چونه درازه. به کی قسم حاج محمود، همین عتیق بیفته دست عراقی ها، یه چکش که بزنن شماره سجلد ننش هم لو میده. باش حالا که پای لو دادنه، من که نمیگم، نمیگم به موش دایان کور نامه نوشتی. موش دایان. راست میگه حاج موسا، کباب شده. پیر مردو خیال میکنه موش دایان هنوز زنده، واساش نامه نوشته، تهدیدش کرده که ای دوباره بیا جبهه، او چیش دیگه‌ش هم در میاره میذاره کف دستش. اونم زنده نباشه، جاسوساش هستن که آبرو حیثیت من و امثال منو ببرن. اونایی که بلا نسبت تو عقل و شعور درست حسابی دارن میدونن که من نامه نوشتم تا بخونن و بدونن این مملکت صاحب داره. حتما صاحبش هم تویی ها؟ ها پچی؟ من قد همه اینا صاحبشم تا چشت درات. مثل موشه دایان بری روش چرم ببندی، دیگه هم حال حاصل شنیدن نشخاره تو ندارم. ای کباب شده. حالا مگه حلوا خیرات میکنن که پیر و جوون را افتاده؟ نشد، ببخشید نشد جناب سربان، یه دفعه دیگه بگی ما هم بشتفیم. میگم مگه حلوا خیرات میکنن که پیر و جوون را افتادی؟ همینو بگو جناب سربان. آخه لحاف دوست چیکارش به جبه و جنگ؟ اونجا میخوای پنبه کی بزنی؟ کار پنبه زن که معلومه، اومده امانتهای مردم رو برسونه دست صاحبای اصلیش تا هاپولی نشه. من که به کسی نمیگم، کنایه جناب سروان با تو ماسپند جاسوسه که سیبیل میتابونی و ویان جبهه میکنی. میگم کاکا موسا خوب شد یادم اومد، شنیدم تهرون پوشک گیر نمیاد. من از شیراز چند تو واسات آوردم، چون پیر مرده مثل تو حتما باز تو جبه پوشک ببردن. خواهش محمود، این ماشین یه جاست جاسوس اجنبیه، یه جای منه. سر به سر این دست بلش کن، شو شو پیاده میشم بیاده بیاده از چیش من عشق و یاد میگرد پیادهش کنیم. من لیلی مفلوم تو بشکن والو بنداز کاکو موسا، شفتش نبیدم از حرکات دلمو شد کاکو موسا، دل داشتم و جز دل چی چی داشتم که ز مردم، یه اون قایم کرده بودم باز چپو شد کاکو موسا. ای شوگو بوی، ای شوگو مخمی، اللهی این کنی شام بلا کنم خمسی بیاره مایی، اللهی این کنی شام بلا یا جده سادا هیچی رفته یعنی چی آقا، من چش نداری شما دورو برت نگاه کن دیگه. بده بایگانی ببین آقا جون، من حوصله جهر و بس با شما رو ندارم، بهتونم گفتم این آدم مرخص شده رفته خط. اونجا رفته چیکار؟ ای بابا بفرمایید آقا، من نمیدین هم آدم منتظر جوابم. کجا درس خوندی آقا؟
ترمز کن این آقا چی میگه، چی میپرسه، چی میخواد، دردش چیه؟ به قول نایب دوغی هنوز نمیدونی یه من ماست چقدر کره میده. ببین پدر جان، شما هم انگار حوصله داری ها، مگه نمیبینی مردم انقدر گرفتارن؟ خب ما هم مردمیم، حالا یکی میگه یکی کجا، علل معلول داره عزیز من، علکی کنی پاکو. ببین پدر جان، داری پاک حساب منو خورد میکنی ها. یه بار بهتون گفتم بازم میگم، اون آدمی که دارین دنبالش میگردین مرخص شده رفته خط. پسرم اگه میشه مشخصات وضعیتش رو به ما بده. بله چشم. شما دکتر نعمت الله طبیب رو میشناسی؟ بله، کیه که نشناستش. شما فامیلشین؟ نه دوست صمیمیشم. تو این بیمارستانه؟ دکتر طبیب؟ اینجا؟ نه، اون همیشه لب خط در حال عمل جراحیه. تو بیمارستان صحرای بعد دنبالش بگردیم. میخواید برید پیششون؟ کجا؟ بیمارستان صحرایی، نزدیک رود کارون، همون جایی که عباسی رو این رفته. من نمیخواد پیداش کنین. چرا پسرمه؟ خیلی خوب. فردا ساعت 2 بعد از ظهر قرار من با یه آمبولانس برای دکتر طبیب وسایل جراحی ببرم. ما میتونیم بریم دنبالتون؟ خب نه، همینجوری که نه، بعد برگه عبور داشته باشه. برگه رو ما میگیریم. فردا 1:30 اینجا باشیم خوبه؟ بله، اما آخه شما دیگه اگر اما ولی شاید نداره. یه بزرگتر که یه چیزی میگه بگو چشم. ای بابا باز که شروع شد. شروع شد که شروع شد کاکو. اصلا تو میدونی داری با کی حرف میزنی؟ من همکارتونم. جراح؟ شما جراحی؟ مغز و اعصاب. منم سرخابی هستم، رامیار سرخابی، دانشجو پزشکی هستم. عجب. جانم؟ این چی با خودم بودم؟ به هر حال تو شرایطی که ما داریم یه جراح مغز و اعصاب حکم کیمیا رو داره. خیلی خوش اومدین. آبریکالو. حالا فهمیدی نایب دوغی کیه و یه من ماس چقدر کره میده؟ والا من که اینجا کاره ای نیستم. شما برگه عور بیارید ایشالا درست میشه. نه شما مغز و اعصاب واسه کسی میذارین که جراح لازم داشته باشه. سالمه. تو خوبی؟ الو. خوبی؟ پیدایش کن. چی؟ پیدایش کن. زودتر با او برگرد. من خیلی خواتیر شما هستم. دل واپس نباش عزیزم. ایشالا بر میگردی. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بپا ماشالله. یواش ماشالله. یواشتر دیگه. به بار پنبه نیست که اینجوری میکو میزمین. من نمیدونم این ماشالله رو کی تو جبهه را داده. درست کار کن دیگه. مثل آدمی زاد کار کن. من خدا شکنم. خدا خود بهتر شدم. خدا شده یواشتر. آشم. اتوم جانم. آقا محمود عالی. دست شما درد نکنه. یواش. بپا ماشالله. ده بپا دیگه. نوبر جمهوری. آره که نوبر شما بردم. امونت مردمه. شاغلوس گرفته. یواش محمود تو یه چیزی به این بگونی که. که الان گرفته. خب درست کار کن. خسته نباش پدر. تو چی میگیری؟ خیلی خوب حالا حاجی موسی بیلش کن بابا. ببخشید من دارم دنبال اون جراح مغزی میگردم که دیروز با شما اومد اون بیمارستان. نمیدی کجاست؟ چرا؟ اونجا داره موهاش رو کوتاه میکنه. ممنونم. بیا اینو امضا کن. امضا نمیکنم. به امضاش کن. او امضا کن، وگرنه کارت با کراول کاتبی رو امضا کن. مگه میخوام ببرم؟ من برو تحویل میدم. من برو خونم رو ببرم. اگه میخواستم تحویل بدم که تو همون ترون داده بودم دیگه. حاج محمود آقا ماشاءالله. بیا بابا امضاش کن. امضاش کن دیگه. امضا نداره. لا لا حیلت نداره. امضاش کن. بده من امضا کنم. بیمانی بیا سرجو. من خودم هم نمیدونم کجا دارم میرم. بعد تو افتادی دنبال من.
والا اگه اجازه بدیم میخوام دستیارتون وایسم پیشتون کار یاد بگیرم. تو میدون جنگ. فرقی نمیکنه هر جا شما بری من دنبالتون میام. ببین من دارم میرم دنبال پسرم. پیداش که کنم برمیگردم دیگه پشت سرم هم نگاه نمیکنم. ای بابا پس من چیکار کنم دکتر جون؟ والا نه من اهل جنگیدنم. نه مثل شما جراحم بتونم درد کسی رو دوا کنم. هیچ. همین تو موندم تو برزخ. اگه میشه لااقل سفارش ما رو به این دکتر تایپ بکنه هوای ما رو داشته باشه. عجب. آخ تو اگه دانشجو پزشکی هستی باید تو کلاس درس و اتاق تشریح کار یاد بگیری. نه تو میدون جنگ. بالاخره چیکار کنم دکتر جون؟ آمبولانس سوار شم یا آهو؟